فرق خانم، شما امکان ضبط این مکالمه رو الان دارید یا خیر؟ اگر دارید یه دوی بدید. بله بفرمایید شاهزاده، بفرمایید. بسیار خوب، خیلی ممنون. البته این چیزی که الان میگم خیلی کلیست و تلگرافی، نمیدونم از کجا میشه آغاز کرد، اما این مشکل یک مشکل بنیادی فرهنگی است. عده‌ای هستن که اصلا معنای آزادی بیان رو نفهمیدن و قاطی میکنن با آزادی فحاشی و بددهنی و اینجور چیزها. افرادی که حالا یا عمدن یا با یه غرض خاصی یا روی واقعا نادانیشون این گونه رفتارها رو از خودشون نشون میدن و طبیعی است که این گونه رفتار برای هر کسی زننده است. اگر این افراد که خودشون رو به اصطلاح طرفدار نظام پادشاهی معرفی میکنن اما بدترین رفتار ممکنه انسانی رو میکنن، من بعضی وقتا حتی شک میبرم که نکنی این افراد واقعا افرادی هستن که عوامل خود این نظام هستن و عملا دارن این گونه کارو میکنن، یا واقعا یه بیمارن، از نظر عقلی بیمارن، چون هیچ انسان واقعا روشنفکر یا آزادهی محال عقل که اینجور برخورده داشته باشن. پس اینا نه آزاده هستن، نه فرهنگ دموکراتیک سرشون میشه، نه حتی میخوام بگم یک رفتار شایسته انسانی دارن. عقلشون هم نرسه، بالاخره یه تربیتی، یه آداب رسومی. آخه این کسی که قسم میخوره به سر بچه هاش، چطور پدری هست که چنین الگوی رو میخواد باشه برای بچه هاش، چه برسه برای جامعه؟ پس بنابراین حساب این افراد کاملا جداست و واقعا جای بسی تأسف و شرم هست. منتها راه علاجش چیست؟ میدونید ما که میتونیم هر روز تمام وقتمون رو بذاریم سر این گونه افراد که با این جفنگیات و مزخرفاتشون بخوان جو رو خراب بکنن. اصلا بخواید کوچکترین اشارهی به مسئله نازیسم بکنیم، اصلا از نظر قانونی مرتکب جرم شدیم. شما نمیتونید برید و مثلا امروز از یک برخورد فاشیستی به عنوان اینکه از یک آزادی نظر خودتون دارین استفاده میکنید، حتی تو بعضی از این کشورها استفاده کنید، چون قابل تعقیب هست، قابل تنبیه هست. تولرانس به افکار دیگران یا احترام به اصل آزادی بیان هم حدی داره، ولی مسلم بدونید که این ادعا که به این ادعا میان جلو به هیچ عنوان نماینده طرز فکر من که هیچ فکر میکنم بسیاری از طرفداران واقعی نظام نیستن، خودشون رو به اون اسم معرفی میکنن و با ماست که رفتار این افراد رو و حرفایی رو که میزنن محکوم بکنیم. واقعا نمیشه دیگه بیش از این اجازه داد که این افراد سوء استفاده بکنن از این راهی که پیدا کردن برای تبلیغ این افکار واقعا واپسگرانه و زشت و زننده شون. به هیچ طریقی نمیشه توجیه کرد و یا دفاع کرد. فعلا من قطع میکنم تا نظر دوستان رو بشنوم. مرسی. مرسی رضا جان، لطف کردید صحبت کردید. برنده ترین ابزاری که ما میتونیم در واقع در دست مردم قرار بدیم همین آگاهیه. من خیلی به این معتقدم و تبلیغ من برای تبلیغ در واقع در ارتباط با تحریم روم اینهاست. روم اینها باید تحریم بشه. شما تشریف بیارید در پلتاک در یک روم عمومی، تأثیرش این خواهد بود که من فکر میکنم اتاق سعید سکویی و اتاق مهرگان و سهیل مرزبان خیلی تضعیف میشه و من مطمئن هستم که مردم روم اینها رو بیشتر تحریم میکنن بعد از سخنرانی شما در یک اتاق عمومی. آیا این اجازه رو به ما میدید که ما این صدایی که هرچند خیلی مختصر و مفید بود رو در اتاق هامون پخش کنیم به عنوان مناظره‌ای که با رضا پهلوی داشتیم؟ برای همین گفتم این صحبتم رو ضبط بکنید که لاغر بتونید استفاده بکنید، چون من کاملا این آمادگی رو دارم. البته توی واردش بروم از این سایت های فحش دهنده و بددهن نخواهم شد. اصلا فکر کنم برای هر کدوم از ما باعثی کسرشن باشه که وارد چنین به اصطلاح فحشخانه هایی بشیم، اما در سایت دیگری که آدم های واقعا معقول و معتدلی هستن، البته میتونن از نظرگاه های مختلف باشن، به عنوان یک چاره جویی
یک دو تظاهراتی رو نشون بدیم، اگه مثلا امروز در داخل ایران نسبت به این نظام داریم اعتراض میکنیم، خب میتونیم همین نوع اعتراض رو هم به نوع دیگر در ارتباط با افرادی که این گونه لحن و برخورد دارن داشته باشیم. فاشیسم که حد و مرز نداره، به همون اندازه نظام جمهوری اسلامی فاشیست هست که این عده که اینجوری حرف میزنن و رفتار میکنن فاشیست هستن، هیچ فرقی اینا با هم ندارن. اما ما نباید اجازه بدیم که افرادی که این رفتار رو دارن این رو به نام فرض بکنید یک نهادی یا به یک بخش فکری یا سیاسی تحویل بدن. خودشون اگه عوضی هستن اینو به حساب بقیه نذارن و این کار جمعی است. ما بایستی همدیگر رو در این مورد حمایت بکنیم، به همدیگه کمک بکنیم و من 100% این آمادگی رو دارم تا اونجا که فرصت داشته باشم و بتونم در جای شرکت بکنم، این به نفع جامعه خواهد بود که اینجور طرز برخورد رو در مقابلش بسیم، بگیم این قابل قبول و قابل تحمل برای هیچ کس نیست و بنابراین بویکات میتونن بشن، بنابراین یه رفتاری باید نشون داد که این افراد بفهمن حرفشون خریدار نداره، مگر یه عده که مثل خودشون فکر میکنن که امیدوار هستم تعدادشون یک اقلیتی باشه. این گونه افراد اگه بخوام بیان سر کار که وای به حال همگی ما. بله شاهزاده جان، من یه چیزی باید خدمت تو عرض میکردم. دوستی داریم با آیدی امام شمر میاد، از دوستان ما هستن. اعتراض من به سکویی بوده، گفتم نیان روم پادشاهی بزنید، یا با اون مهرگان گفتم روم ارتش شاهنشاهی، آقا نزن شما، یه روم بزن بگو شو تایم داریم، زیر چتر پادشاهی نیایید فحاشی کنید. صحبت های شما خیلی مثمر اثر خواهد بود. من این الان صدای شما رو ضبط کردم، با آی بی ام کمک میکنیم، یه سایت درست میکنیم، میزنیم تو روما. احساس خیلی عمیق قلبی به شما، خانوادتون، شهبانوی عزیزم، همه خانوادتون دارم، عاشقانه دوستتون دارم. فرح خانم خیلی تشکر میکنم از شما و امیدوارم که به حال این مقدمه‌ای باشه در جهت روشن‌تر کردن مسئله برای بسیاری از هممیهنانمون. این نکترم تذکر بدم که من تنها سخنگویی که دارم خودم هستم، هیچ کس دیگری از طرف من صحبت نمی‌کنه. من هر حرفی داشته باشم خودم میزنم. متاسفانه افرادی که بلندگوهای اصلی دستشون هست الزاماً نماینده طرز فکر اکثریت نیستن، حتی تو جریانات مختلف. واقعا جای تأسف هست که تو دنیای امروز همچنان چنین آدمایی رو میبینیم که هستن و فعال هستن، ولی خب اونها هم باید بفهمن که حرفشون بی جواب نخواهد بود، رفتارشون بدون کانسیکونس نخواهد بود. من هرگز، شخصا دارم میگم، هرگز به خودم اجازه نمیدم حتی اگر با کسی بیشترین مخالفت رو داشته باشم، با اون فرد یا با اون آدم چه زنده چه مرده برخوردی زننده یا توهین‌آمیز یا چیزی داشته باشم. دیگه از خمینی بالاتر که رنگی نیست. آخه چه آینده میخوایم بسازیم که همه چیز بر اساس این بددهانی باشه؟ یعنی واقعا تو جنگل هم اگه برید یک حیوان با یک حیوان دیگه اینجور رفتار نمیکنه. بنابراین به هر حال من سهم خودم رو ادا خواهم کرد. من در اختیار شما دوستان هستم تا اونجایی که میتونم و فرصت خواهم داشت، با کمال میل هر جایی که بتونم شرکت خواهم کرد. اگه نتونستم لااقل حرف منو میتونید منعکس بکنید. مسئله ما فقط آزادی سیاسی نیست، یک فرهنگ صحیح هم هست. این جزء اولین اصول اخلاقی و انسانی است که باعث امیدوارم در جامعه آیندهمون بتونیم رعایت بکنیم. به هر حال من رو به عنوان یک همسنگر خودتون در این مورد بدانید. خیلی متشکرم. مرسی رضا جان. من یه ببین رضا جان، من حقیقتاً الان 4 سال در پلتاک که با این آدم مشغولم. ما میتونیم این سایت رو تبلیغ کنیم، بگیم خود رضای پهلوی گفته که آقا جان سعید سکویی، سهیل مرزبان کاری نیستند، اینا دارن آبروی ما رو میبرن، اینا دارن صدمه میزنن به نظام پادشاهی با تهمتاشون، با تهدیدهاشون، با فوشای ناموسیشون، با تحلیل‌های آبگوشتی و سطحیشون. آی بی ام عزیز، خودتون نمیدونم تا چه حدی این به اصطلاح مسابقات ورزشی رو در امریکا دنبال میکنید یا خیر.
حتما کردید و لابد دیدید که گهگاهی یه دیوانه بلند میشه مثلا لخت وسط میدان میدوه، اینم یه نوعشه. ما اگه بخوایم به اسم بگیم حالا سکوی نو یا دیگران، فردا 10 تا سکوی دیوانه دیگه هم بلند میشن همین کارو میکنن از این ور اون ور، درست یا نه؟ بنابراین این قضیه این استش که ما دوربین رو آیا انتخاب میکنیم که نشون بدیم این آدم لختی که پزیده وسط میدون، یا این که میگیم نه این کار رو نمی کنیم ولی میدونیم هست اینجور کارها. ولی بیایم یه جا از یک جا آغاز بکنیم، یه پتیشنی، یه چیزی که مشخص بکنه که رفتار زننده، فحاشی، بی احترامی به مقدسات مردم، هیچ کدوم از اینها تحت هیچ شرایطی نه قابل توجیه هست نه قابل دفاع هست و از طرف ماها محکوم که هست، حالا هر کی میخواد باشه. و البته یه راهش میتونه به قول شما همون تحریم این گونه افراد و یا سایت هایی که توش هستن باشه، برای که شما پورنوگرافی رو نمیتونید از بین ببرید ولی میتونید تلویزیون رو چانلش رو عوض بکنید و به این حرفا گوش ندید. مثل که آقای امام شمر هم وارد شدن، خیلی هم به موقع بود. در صورت فکر کنم این کار واقعا یک کار مدنی است، حالا یا ناخوشن یا مریضن یا واقعا اکستریمیستن یا حالا هر اسمشو بذاریم، ولی بیایم یک سالیداریتی در این مورد بین خودمون ایجاد بکنیم که این افراد تکلیف خودشونو بدونن، که اگر فکر میکنن از طرف یه دی صحبت میکنن فقط از طرف خود بدبختشون صحبت میکنن نه بقیه ماها. ببخشید منم این مقدار احساساتیش رو میبسم. مرسی رضا جان، لطف خیلی صحبت کردید. پیشنهاد پتیشن پیشنهاد خوبی بود، خیلی اینکه اسم فرد آورده نشه خیلی پیشنهاد خوبی بود، موضوع در کل گفته شه. احتمالاً آقای سکویی بعد از این صحبت ها شما رو هم رژیمی خطاب میکنه. شما هم میشید رژیمی دیگه از این به بعد در پلتاک. بله مرسی شاهزاده جان، متشکرم از صحبتتون. من گفته بودم بالا نمیام ولی اومدم که صحبت آخرم کوتاه بکنم. گفتین که به ما کمک میکنید و ما هم تا الان تلاش خودمونو کردیم. امام شمر نازنین اینجا هستن که یکی از میتونم بگم مبارزین در این پلتاک جلوی جمهوری اسلامی ایستادن همونطور که گفتم، و هر جور که شما دستور بفرمایید ما در خدمتگذاری آماده هستیم. فرح خانم من اصلا اعتقاد به دستور دادن ندارم، خود شما امیدوارم اولی رعایت کننده این اصل باشید. من همیشه نظر خودم رو بیان میکنم و پیشنهاد میدم به هم میانانم، ولی بدونید من 100% هر کمکی که از دستم بر بیاد مسلما خواهم کرد و فکر میکنم اگه ما بتونیم در نتیجه یک تفاهم وسیع بین تمام کسانی که به این اقدام خاص به عنوان یک پتیشن در مقابل کسانی که با طرز برخورد بسیار رکیک رفتار میکنن، اون وقت در هر سایتی و در هر جای دیگری که بتونیم این مسئله رو تبلیغ بکنیم میتونیم این کار رو بکنیم. حتی من میتونم به نوعی این رو در سایت خودم هم به عنوان یک تصمیم مشترک، به عنوان چیزی که من به سهم خودم ازش پشتیبانی میکنم، این رو بیام و تو سایت خودم حتی بگذارم به عنوان یک آگاهی از این که چنین تلاشی داره صورت میگیره. من اتفاقا خیلی هم خوشحال میشم که اگر هرچی بیشتر به ماها و به خود من در این مورد فحش بدن، این بهترین اثبات این هستش که این افراد حتی به چیزی که میگن اعتقاد ندارن. ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم. من میگم این کار بیام گسترش بدیم، چون من میپذیرم و میفهمم و درک میکنم که لطمه که این نوع رفتار این افراد میزنه کم نیست. خب هر چیز زودتر باستی جلو این کار رو به نوعی گرفت. من تا فکرم این یک تلاش واقعا دست جمعیش، فقط بسنده به یک اطلاعیه یا یک اعلامیه این ورانور نباست بدیم. به هر حال اگه خواستی جلسه دیگه رو بگذارید که مسئله رو بیشتر مطرح بکنیم به من قبلا خبر بدید، با کمال میل من وقت خواهم گذاشت که با دوستان صحبت بکنم در این مورد. ولی فکر کنم این رو از مرحله فکر یا به قول دوستمون IBM درسته، بله این حالت بیشتر برینستورمینگ داشت ولی فکر کنم یه مقدار کار مقدماتی شده. ولی فکر کنم به قول فرانسوی ها که میگن لینیون فلافاخس، یعنی اتحاد قدرت رو تشکیل میده. از شما خداحافظی میکنم تا انشالله جلسه بعدی. خیلی سپاسگزارم.
بله مرسی شاهزاده از صحبتاتون. تاوی عزیزم در روم اومدن، از دوستای ما هستن که خیلی کمک کردن تا به حال. فرح خانم، البته اون وسط اشاره کردید، من فکر میکنم که هرگز بشه جلوی رفتار این تیپ آدم ها رو گرفت، یعنی اینا نمیشه خفه کرد، هستن و خواهم بود. متاسفانه تو هر جامعه این مشکل هست، این جزء منافع ملی ما هست، به همون اندازه که تمامیت ارضی ایران به نفع ما هست. بنده به عنوان یک آدم سکولار مدافع حق یک اسلامگرا باید باشم، تا اون اندازه که اونها هم به مسئله سکولاریزم میتونن ایراد نگیرن. و ما تمام کارمون این هستش که از فرهنگ انتقام جویی و کشتار و اعدام و اینها فاصله بگیریم، بریم برگردیم به مسیر تمدن و پیشرفت، نه اینکه یه مش آدم بیان اینجا و همینطور صحبت از تهدید و توهین و چیز بکنن. اصلا اینا نمیتونن معرفه یک جامعه مترقی و آزادی باشن. میتونه به صورت پتیشن باشه، میتونه به صورت یک اکسیون کلکتیو باشه، میتونه به عنوان یک نوع تظاهرات باشه. اگه تظاهرات در مقابل جمهوری اسلامی میکنیم، یه نوع تظاهرات هم بر علیه این تیپ افراد میشه کرد، اونم جزء آزادی بیان ما هست مگه نیست؟ اتفاقا هر چقدر بیشتر به ما فوش بدن بهتر. من از خدا میخوام که این تیپ آدم ها بیان هممونو محکوم بکنن، چه بهتر، لاقل دست خودشون رو خواهند کرد. به هر حال خیلی پرحرفی کردم، میبخشید. در صورت من رو شریک این کار و زحمتتون بدانید. مرسی دوستان. اما اگر این رو بذاریم به حساب مبارزه با آلودگی محیط زیست فرهنگی، اون وقت جاش رو توی زباله‌دون گذاشتیم. البته اونم کار بسیار مهمیه، بالا بردن سطح فرهنگ سیاسیمون و این آلودگی فرهنگ سیاسی که الان داریم، که همه دوستانی که اینجا بودن خدمات بزرگی کردن به بالا بردن این سطح گفتمان ادبیات سیاسیمون که خودم شاهدش بودم.